با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، شما بینندگان مهربون، شما بینندگان دوست داشتنی، خیلی خیلی ممنون باید باشم از این که نشستین در کانون گرم خانواده. الان دارین برنامه کوچه خاطره ها را تماشا میکنید. عده‌ای از دوستامونم از سر کار برگشتن، با دیدن هنرمند مورد علاقه شون خستگی از تنشون در میره. اون چی که شما خواسته بودید، شما خواسته بودین پیشکسوت ها رو پیدا کنیم، جلوی دوربین بیاریم تا بتونیم ذره ای از خاطرات شما رو زنده کنیم، اون لبخند قشنگ شما رو لبتون بیاریم. بله عزیزان، امروز هم در خدمت یکی دیگه از پیشکسوتان سینما، تئاتر و تلویزیون هستیم. این کوچک مرد با قلب بزرگ، دوست داشتنی، مهربون، کسی که طنز رو به سینمای ما آورد، بالای 200 تا فیلم سینمایی داره. همه شما عزیزان با چهره ایشون آشنا هستین. بیش از این سرتون رو درد نیارم، بریم یه برنامه ببینیم، برگردیم، من در خدمت شما هستم. من بازی بلد نیستم. من بلد نیستم. خیلی خوب. دیدی بلدم؟ چیه؟ برو بس کنید، بده تا خبر خوش بگیر. گدا به گدا رحمت به خدا، بی بگیر. یه دختر اون طرف پل منتظر تو. بگو مرگ تو. مرگ تو. مرگ آب چی؟ امروز کسیم این گوبه هست. تو منم از ارجون میگیرم که خبرش کنم. خوش بخت بدم. خب عزیزان، با تصاویری که شما دیدین، با این تیکه فیلم هایی که شما دیدین، امیدوارم این هنرمند مورد علاقتون رو دیگه شناختین دیگه. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اسدالله یکتا، یکی از بازیگرای موفق، یکی از پیشکسوتان عزیز، یکی از پیشکسوتانی که همه مردم واقعا دوستش دارن. همینطوری که الان آقای یکتا به ما رسیدن، گفتن تو خیابون، تو مترو، همه جا، هر جا که منو میبینن واقعا مردم منو دوست دارن و مورد عنایت خودشون قرار میدن. من سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار، بفرمایید. این شما، این هم مردم دوست داشتنی ایران. سلام آقای موسوی، شما و طرفداراتون که برنامه قشنگ شما رو میبینن، که منم که میبینم خوشحال میشم. یعنی با چه دلیل این جمله رو گفتم؟ چون که اکثر هنرمندا میبینن زیاد اهمیت نمیدن. من از خدا شاهد، من کسایی هستن که رو آنتن هستن، میبینن اهمیت نمیدن. بله. من که خب میدونین که دیر به دیر دارم کار میکنم. بله. ولی با این ها تو ذهن مردم هستم. بله. مترو میرم سلام علیک میکنم، یعنی سلام میکنم، من جواب میدم. بله. تاکسی، ماکسی، هر جا که میرم. بله. میبینم خوشحال میشم، منم خوشحال میشم البته. بله. هر جا همه هنرمند ها دوست دارم که بازی میکنم، فرداش ببیننشون خوشحال بشن. بله. به همین دلیل. خب حالا شما چی فرمودین، چی بگین؟ منم خوشحال میشم. زنده باشین، انشالله پاینده باشین. آقای یکتا، سالهای سال مردم از هنر شما، وجود شما استفاده کنن. آقای یکتا، میخواستم به صورت کامل، چه سالی به دنیا اومدین، کجا به دنیا اومدین، کدوم محل به دنیا اومدین و الان کجا زندگی میکنین؟ تکراری نیست؟ نه عزیزم، نوه؟ بله، نوه. میخواست چون ما بر انشالله با امید خدا قراره که برای همه هنرمندان پیشکسوت، چه قدیمی ها چه جدید ها، برای همه شون یک تولدی بگیریم انشالله. این تولد همینه که ما اینجا بپرسیم آقای یکتا چه کی به دنیا آمده، کجا به دنیا آمده، الان کجا زندگی میکنه. بله. اگر امکان داره برای بیننده هامون بفرمایید. چشم من چاکر بینندگانم هستم. من تمام وجودم مال تماشاگر عزیز. بله. خب انشالله که تماشاگر عزیز همیشه شاد و پیروز باشه. بله بله رو بگیم بخونه سیابادا. بله 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 بله. خب موفق باشید. از کنم خدمتون، من الان در حال حاضر ورامین زندگی میکنم. بله. کجا به دنیا اومدم؟ بله. سراح سیروس. سراح سیروس کجا؟ چند سال پیش؟ چه تاریخ یادت، تاریخ تولده؟ من 1326 به دنیا اومدم. 1326 در سیروس. مثلا اونجا به دنیا اومدم. بله. 1326 به دنیا اومدم. خب اگر الان این بچه محلای چی میگن پرمهر شما که دارن شما رو تماشا میکنن. بله. که اونجا به دنیا اومدین، بزرگ شدین، باعث افتخار بچه محلا شدی، رفتی اون موقع جایزه گرفتی، رفتی رو پرده نقره سینما. بله بله. همین بچه محلا اومدن شما رو تشویق کردن، الان چی داری بهشون بگی؟
بهش میگم خیلی ممنون که هنوزم میدونم منو دوست داریم. اکثرم بیشترشون میگم ای عبدالله یادت فلان جا کار میکردی؟ یادت اونجا بودی؟ یادت اینجا؟ تمام اینا رو عین زنده باید. که مثلا تعریف میکنه واسه همه چون تو خاطرات چشمه. مثلا در رتولا کار میکردم، سر شکفه کار میکردم، تئاتر کار میکردم، همه چون الان مثلا یه جا دیگه کار میکنم هنوزم که یادشون. ای آقای تو دیگه هفته تیر دیگه نیستی؟ بگم چرا، در خدمتون هستم. حالا راجع به هفته تیر هم ما صحبت میکنیم. آقای یکتا، از این جمع. که شما الان چی میگن، یه خورده زندگی برای همه ماها سخت شده، شما الان میخواستم بدونم که اهل فیلم هستید؟ با اینکه زندگی الان میگم سخته، یک صبح تا شب ما باید بدویم، میخواستم بدونم چقدر اهل فیلم هستید، چقدر در هفته شما فیلم میبینید؟ شما گفتید اهل فیلم هستید. اهل فیلم, اهل فیلم هستم، مردم وقتشو ندارم. اهل فیلم هستی؟ ولی وقتشو ندارم نده. ببینم، چون که من ساعت 12 و خورده میرسم خونه. 12 شب؟ 12 شب میرسم خونه. یعنی ساعت 2 ساعت و خورده از این بر تورم، 2 ساعت و خورده هم از این بر تورم. یعنی در 24 ساعت 4 ساعت 5 ساعتش فقط تورم. تورا هست که اصلا ببینیم اصلا کاری ندارم. من روزی 4 ساعت تورم، 2 ساعت از این بر، 2 ساعت خورده از این بر. که من خسته کوفته میرم میگه ایاله تا چایی رو بذار جلو من، من چرت زدم بس. تا یه خود خونه چه چرتی زدم باز پاچه چای یخ شد بس. این چای چای کنده باز. خب قبل از اینکه ما سوال ها زیاد، سوال هامونو از شما بپرسیم و یه گفتگوی در 2 سال پیش یه گفتگوی با هم داشتیم. بله بعد از اون تلفنی به ما شد که ما شماره تلفن آقای یکتا رو می‌خوایم. گفتم شماره تلفن من به هیچ کی نمیدم. برای چی می‌خواید؟ گفتن یه کاری داریم. گفتم شما هر کاری با آقای یکتا دارین به من بگین. از من تشکر کردن، از اینکه من مصاحبه‌ای رو با شما داشتم اون روز. شماره حسابی از شما خواستن. من خدا رو شاهد می‌گیرم که اسم این آقا رو نپرسیدم اسم شما چیه، ولی انقدر خوشحال شده بودم و از اون مطلبی که به من توضیح داده بودن انقدر خوشحال شده بودم، مثلا روپای خودم بند نبودم، فقط دعاش میکردم. حالا الانم باور بفرمایید من اسم این شخص رو نمیدونم، تلفنی از شما گرفت، بعد شماره حسابی از شما گرفت، ماهیانه یک مبلغی رو به حساب شما میریزه، شما چون دسترسی به این آقا نداری و تلفن این آقا نداری، هر ماه که این پول رو به حساب شما ریختن، شما فرداش زنگ زدی به من با اینکه بغض گلوتو گرفته بود تشکر میکنی قدر. میگم من که کاری نیستم، من فقط یک وسیلم. آقای یکتا، حالا جلوی این دوربین نشستیم، امیدوارم این آقا که به حساب شما پول واریز میکنن الان این برنامه رو ببینن. شما از صمیم قلب هر چی که دوست داری به این آقا بگی، من ازت خواهش میکنم. اون حرفایی که پشت تلفن به من میزنی تشکر میکنی، دوست دارم با این شخص که الان اسمش هم نمیدونیم بفرمایید شما صحبت. از این آقای دنیا تشکر میکنم که روزی من، البته خدا میده، شما باعث شده که روزی من بیشتر بشه. ازتون یک دنیا تشکر. ایشالله که همیشه شاد و پیروز باشید. یعنی تو زندگیتون انقدر ریخته پاش بکنی که بازم حال بدی، بازم به منم حال بدی. تشکر ازتون، خیلی خیلی ممنون. یعنی من الان که دارم لبخند ظاهر دارم، ولی از ته دل بغضم دارم میاد که چرا باید طوری باشه که همسال شماها مثلا بدن که یکی بیشتر نیست، که دل به من محبت میکنه. 100% این برنامه رو که خانواده من ببینن امکان داره ناراحتم بشه، میگه اه چرا کی کمکت میکنه؟ میگم خب بالاخره یه بنده خدایی کمک کرد. همیشه خداوند ایشالله که همیشه شاد و پیروز باشید. خیلی ممنون. ایشالله که انقدر شاد باشید جلو زن و بچه‌تون سر بلند باشید. یعنی بی نهایت ممنون ازتون، ممنون ازتون، خیلی ممنون. بله عزیز، این عشق آقای عزت‌الله یکتا، عزت‌الله یکتا که یک عمر مردم رو خندونده، اصلا با ناراحتی کاری نداشته، هر چقدر تو زندگیش گرفتار بوده، خونه نداشته، بیمه نبوده، حقوق نداشته، هر چقدر که خنده رو، هر چقدر که مشکلات داشته تو خونه میذاشته، میومده جلوی دوربین طنز بازی میکرده تا شما عزیزان رو بخندونه. همینطور هم بوده، تو کارش هم واقعا موفق بوده. حالا زندگی، این دوست عزیزمون محبت کردن، این مبلغی رو که ماهیانه دارن به حساب ایشون میریزن،
الان دست پاش داره میلرزه، بغض گلوشو گرفته از اینکه نمیدونه الان چجوری از شما تشکر کنه، با چه زبانی از شما تشکر کنه. ولی من از اینجا میگم استاد بزرگوار که اسمت هم من نمیدونم، ما قبل از اینکه سوال هامون و مصاحبه مون رو با آقای یکتا شروع کنیم خواستم از شما تشکر و قدردانی بکنم. کاملا میخوام بگم که راه دوری نمیره، اون چی که شما انجام دادید خدا میبینه. موفق باشی، امیدوارم که از این دست میدی از اون دست پس بگیری. کاملا هنرمندا راضی هستن، آقای یکتا از شما راضی هستن و من که این مصاحبه رو سالها پیش کردم و شما دیدین و مورد توجه قرار گرفته و ازتون تشکر و قدردانی میکنم. خب آقای یکتا از این حالت بریم بیرون، بریم سراغ تئاتر، بعد سینما، بعد سوالهای شخصی. شما رو هم ناراحت کردم، من از شما واقعا معذرت میخوام. من اینطور که میبینم الان هم دست شما میلرزه هم بغض گلوتونو گرفته. اگر اجازه بدید بریم یک برنامه ببینیم، برگردیم من در خدمت شما و بینندگان هست. تشکر ندادم، موفق باشید. چه برنامه ای، چقدر لذت بردیم آقای یکتا. امیدوارم انشالله صدها سال زنده باشی، باز همینطور مردم رو بخندونید، باز مردم رو بخندونید، باز خنده رو به لب مردم بیارید. آقای یکتا شما چند ساله بودید که وارد سینما شدید یا وارد تئاتر شدی؟ من از تئاتر شروع کردم. از تئاتر شروع. چند سال داشتین که وارد تئاتر شدی؟ من 16 سالم بود. 16 سال. 16 سالم بود که اومدم تو منم یه برنامه‌ای ببینم. بله. که آقای صفدری مدیر تدارکات سینما بودن. بله. منم فیلمو ببینم، موقع که اومدم بیرون یو گفت آقا جلو به همین راحتی رفتی فیلمو دیدی؟ چه کی بود؟ پیاز آقای صفدری. صفوری. آقای صفوری مدیر تئاتر بود. مدیر تئاتر خیلی راحت سر انداختی پایین و دوباره اومدی بالا و نه خدافظی نه سلامی نه علیکی کنم. گفتم خب من گفتم شاید منو بگیریم، میخوام بلیط دادم، میخوام منو که بلیط نخردم که حالا با این حال من نه بلیط خریدم. شما بلیط نگرفتی میخواستی بری تئاتر؟ تا چون اومده بودم بیرون یواشکی رفتم تو پیتو دیدم اومدم که یواشکی باز در رفت که مچمو گرفت آقای صفدری. بله. که خدا رحمتشون کنه آقای اکبر عبدی گویا بازیگر اون تئاتر. اون اکبر عبدی قدیمی. قدیمی تو نه اینا. بله. خدا بیامرزه روحشون شاد باشه. یکی از هنرمندای خیلی خوب کشورمون بودن که سالها پیش فوت کردن. بله. به توسط آقای عبدی وارد تئاتر شدی؟ نه بله. یه چند وقتی دعوت هم کرد به تئاتر که میتونی بازی کنی. بله. گفتم که کارشون همین هست. بله. شاکاری هم نیست، نگه شاکاری نیست، خیلی هم شاکاره، خیلی هم خوبه. منطقه باید با من کار کنن که تو من را بیفتم رو خرطک بگونه مرمون. بالاخره یکی دو روز جلسه مدیم برنامه رو یاد گرفتیم و رفتیم دلیل بگونه مرمون تمرین. دو سه جلسه رفتیم و تماشاچی هم خوشش اومد و آقای عبدی هم خدا میاموردم که هم که فرمیدیم. ایشون هم خوشش اومد، یه خانم دیگه هم بود به نام یادم نیست ای بینده یه خانم دیگه بود. شهین نبود؟ نه شهین نبود. اون موقع تازه وارد تئاتر شده بود شهین. خب بله که یه فیلمی مادر آقای فردین بود چیز خانم شهلاقیایی نبود؟ نه شهلاقیایی نبود. حالا بله. ممکنه زیاد بشه بله 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 تو اون پیس هم ایشون هم کار میکرد و که بعد چند جلسه که تئاتر کار کردم یه آقای دیگه اومد حدوداً چقدر کار کردی تو اون تئاتر که تو تئاتر من یه جمعی اینجا کار کردم رفتم یه تئاتر شده تئاتر به تئاتر مورد من... تشویق قرار گرفتی و هی قراردادا رفت بالا و قراردادی میمدن تو ما اینچنان قرارداد نبود میدادم پرم میامدم گدش که دست میدادی از تو بخون آره مردانه حال میدادیم مثل آقاسی خدا بیامرز آره. که تمام قرارداداش نه اصلا دست میداد حالا بهش میگفتن آقا یه موقع فردا صحنه رو تایید میگفت نه من وقتی میگم یا علی یا علی قرار داده شما هم به صورت یا علی بود بله بله من حرف میزدم عمل میکردم بله آقا یه چند وقتی اینجا بودم و میرفتم مثلا یه چند وقتی دیگه تئاتر دیگه تئاتر دیگه یه 5 6 ماه دیگه تئاتر رو گشتیدم و گشتیدم مثلا به خود معروف این پیسه اون پیسه که کار کردم که یه آقای دیگه اومد بودش که وقتی بخوان نسته بعد یه سال رو قطعه افتادی ها بودم چطور آنجا میگفت میای فیلم بازی کنی؟ البته گفت فیلم از این راحت تره، خیلی راحت تره که تئاتر اگه چیز بشه خرابکاری بشه نمیشه زنده جا میشه فرق ولی فیلم حرف اضافه بزنی خرابکاری بکنی یک قیچی میشه بله مثلا بودم خود چشم
ما رو برد به آقای صابر رهبر. آقای صابر رهبر اولین کارش بود، اولین کار من بودم. اولین کار شما بود ولی آقای صابر بله. چند تا کار کرده میشناختم به نام مراد لاله. بله لیلا فروهر بود. بله مراد لاله بود. چنمایی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی 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 تو این فیلم بودن. اولین فیلم آقای یکتا بود؟ اولین کار من بود. بله اولین کار من رو لیلا بود. بله به نام مراد لاله و چند تا دیگه که رو غلطت افتاده و چند سال مرتب با قول معروف با فاروده چی میگم با فلانکس نمیشه اسم چه بود با شا فاروده نمیخورد. بله بله میدونم. بله واقعا هم اینطور بود با شا فاروده نمیخورد. بله چند سالی برو به هم بود خیلی هم شروع بود که یعنی که آقای یکتا رو دست می بردن. بله. وقتی از ماشین که پیاده می شد من یادم میاد، یعنی یه روزی من وقتی برنامه تا داشتم نگاه می کردم گفتم خدایا میشه یعنی یه روزی من اینو از نزدیک ببینم، دستش رو ببوسم یا یه امضا ازش بگیرم یا یه عکسی باش بگیرم. واقعا باعث افتخار هستین که الان در کنار ما نشستین. هنوزم همون محبوبیت رو شما دارید. بله بعد از تئاتر وارد سینما شدیم. بله سینما اولین فیلمتون مراد و لاله بود. مراد و لاله خب بازیگراش هم خانم لیلا فروهر با شما بود و لیلا فروهر بود، محسن آراسته بود، خدا رحمتش کنه، کنمایی بود آقای خدا بیامرز آقای کنمایی، چند نفری فریبا خاتمی بود. بله زنده باشن ایشالا. حالتی بود نه کسای دیگه بودن یه چند از من یادم نمیاد. بله بله چند از هنرمندای قدیم اون زمان بود روحشون شاد. شما فکر میکنم که دیگه هر 10 تا فیلمی که تو ایران ساخته میشد فکر کنم تو 8 تاش نه 7 تاشو بودی. نه اونچنان ولی خب تو مثلا اون زمان که برو بایم من بود تو اما ممکن تو 10 تا فیلم کنه 4 تا 5 تاش من بودم. بودی با با همه آرتیست ها شما بازی کردی. بله با تمام با آقای فردین، با آقای ملک موتی، با آقای بهروز وثوقی، با آقای فرزانه دلجو، با آقای داریوش دیگه هنرمند و ستاره با آقای شادروان. بله با آقای منوچهر با همه هنرمندا شما بازی کردین. خدا رحمتشون اکثرشون فوت کردن. بله خدا بیامرزه. فیلمای قدیمونا میذارم اینا این رفت اینا یعنی تو هر فیلمی 4-5 تاشون مردن. خدا رحمتش کنه. خدا رحمت کنه. اصلا اینجا به همه چون میگم فردا شب جمعه است که به دوربین بگو. بله خدا رحمتش کنه روحشون شاد. تمام رفتگان همکارای عزیز من فردا شب جمعه است خدا رحمتش کنه. تمام رفتگان همه رفتگان خدا بله. رحمتش کنه. آقا یکتا از فیلم هایی که کار کردی خوب. خیلی فیلم دارین شما. من بلد. وقتی واقعا از ته دل دارم میگم فیلماتون رو وقتی میبینم واقعا باعث افتخار هستین. خیلی بلد. من فیلماتون رو دیدم خوب. از فیلم هایی که بازی کردید کدوم یکی شما رو راضی کرده، کدوم یکی رو شما دوست داشتین؟ همه فیلم های من خب بله وقتی میپرسن شما 5 تا بچه داری کدوم رو دوست داری؟ خب نمیشه گفت همه رو دوست داری ولی اون که واقعا شما رو راضی کرده دوست داری؟ خب یه موقع که کار خیلی قشنگه مثلا احساس داغ با گوگوش بود. بله کار خیلی قشنگی بود. بله. دیبا بود احساس داغ. آره کشتی نو با ایدوش بود. بله خیلی عالی بود یعنی بغل دست آرتیست من بودم. بله. بهش دور نیست. بهش دور نیست بهش آقای دور نیست. خدا بیامرز فردین و فردین بود خدا رحمتش کنه. آقا یکتا جانم این بهش دور نیست خیلی فیلم قشنگ و زیبا بود. شما در این فیلم می‌خواستین آقای فردین شب می‌خواست بیاد رو اون تخت بخوابه. بله. شما می‌خواستین خوابتون نبره اومده بودی یه قورباغه انداخته بودی. بله، بله، این قورباغه رو واقعا انداخته بودی؟ بله قورباغه رو انداخته. نمی‌ترسیدی گاز بگیره؟ نه خواست. نه خب من کارمو که دوست دارم بله. هیچ اتفاقی مثلا پیش نه ترسی دارم نه چیزی. مثلا یه فیلم دیگه بود به نام عروس بیانکا. بله یه موش دستم بود بل. که اون کارگردانش چی بود خدا هستش که میخواستم بندازم تنه خانم فروزان که گفت اصلا نندازی اون آقا کارگردان یه چیزی میگه ننداز نه من باید کارم بکنم. نه تو فیلم باید مینداختی یا پشت صحنه باید میخواستی بندازی؟ نه تو فیلم باید مینداختم تو تنش که اونم یه جیغ بزنه در بره. خانوما که از موش میترسن. خب حالا کلن دیگه اتماع خدا رحمتش. الان خانم فروزان این برنامه رو داره نگاه میکنه ما تماس میگیریم باشین که ایشون حتما این برنامه رو بینه. آقا یکتا واقعا این موشه رو انداختی تو تنه خانم فروزان یا ننداختی؟ نه ننداختی که میدونست اگه میخواستم بندازم تو تنه از طرف کارگردان تهیه کننده جریمه نشدی که چرا ننداختی؟ نه خب همکار بودیم. نه همکار حتی مثلا ممکنه پرت کنم اینطوری اونم جیغ بزن در بره دیگه. نه خب اونم چیده سیاه بازی بازیگر و چیز
نه بعد در که چهشنم همکارم بود دوستشون دارم ان شاء الله که همیشه زنده باشن ان شاء الله همیشه سرحال باشن ولی خب اگه میخوان قش میکرد یعنی نه قش نمیکرد بله سوال کن جواب بدم بله این فیلم بهشت دور نیست و من اسم بردم آقای آقای فردین عزیز بازی میکردن که واقعا اسطوره سینمای ایران خانم شهلا ریایی بود آقای ظهوری بود کارگردانش هم فکر میکنم آقای اسماعیل ریایی بود بله خدا بیامرزه آقای اسماعیل ریایی هم تازه فوت کردن شوهر خانم شهلا ریایی بله خوب یادت ها آره تو این فیلم با هم همکار بودین و الان عده‌ای از این عزیزان فوت کردن شما هستین ان شاءالله که زنده باشین خانم شهلا ریایی هم هست بله. حالا برای خانم شهلا ریایی چه پیامی دارید خانم شهلا ریایی از همینجا میگم تسلیت درد میکنم ان شاءالله که غم آخری باشه شوهرشون فوت کردن ان شاءالله یک دنیا شما زنده باشین و ما هم در خدمت شما باشیم اولین خانم کارگردان ایران اولین خانم یعنی اولین زن کارگردان ایران خانم شهلا ریایی بله ما از همینجا درود میفرستیم به خانم شهلا ریایی خب آقای یکتا که واقعا هنرمند که خسته نباشی ما حالا حالا در خدمت شما باشیم بریم یکی دیگه از برنامه‌هاتون رو ببینیم این کارگردان عزیز ما هی به ما اشاره میکنه تایم رو نشون میده ساعت رو نشون میده فیلم رو نشون میده رئیسی رو نشون میده خب ما بریم یکی از فیلمات هم ببینیم برگردیم باز در خدمت شما چای با ما نمیدن بله چایی هم میخوریم بفرمی چایی هم میخوریم چش شما یه بناتون رو ببینیم من بیا چایی بخوریم بای بای چقدر این فیلمات قشنگه چی میخوریم خدا بگم این آرش چی کار کنه که این فیلم هایی به این قشنگی رو داره میاره خدا نگه دارش خدا نگه گفتم خدا چی کار کنه خدا نگه دارش باشه بله قشنگتر نیست خدا نگه چرا خدا نگه دارش باشه انشالله که خدا یه دختری داره خداوند بس من میخوردم یا فقط میوه میخوردم نه والا هیچ فقط یه چایی خوردیم و برگشتیم بله آقا یک چا چرا میگم تماشاگر برنامه رو میدیدم میگم چی خوردم نمیدونم اون دیگه باید بپرسیم بریم منزلاشون برای این برنامه یه پرتقال چیدم به ما تعارف کنه غلط وقتی آقا یک تا شما رو میبینن دیگه اصلا تخمه و پرتقال و میوه نه 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 خوشحال میشن دیگه اصلا دوست ندارن آره ببینم از این به نظر شما یه بازیگر خوب به نظر شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ یه بازیگر خوب چی باید داشته باشه؟ چه ویژگی باید داشته باشه در بین مردم؟ یه بازیگر خوب بله که به شرطی که خودش گم نکنه بله مثلا جبر حالا ها بله بله سعی کنه با مردم رفتارش طوری باشه که یا مثلا یکی میخواد عکس بگیره یکی امضا میخواد یکی مثلا برنامه های دیگه خب همینو اینجا داشته باش آقای یکتا با جمعی از هنرمندان نشسته تو یک تالار تو یک رستوران نشسته داره غذا میخوره درست منظور به این عکس شماست آقای یکتا نشسته با جمعی از هنرمندان که معروفن و همه دوست دارن ببینن آقای یکتا مثل همیشه محبوبه و نشسته داره ناهار میخوره جوونی هم میاد میگه آقا یکتا من میخوام با شما یه عکس بگیرم آیا شما بلند میشی میری باهاش عکس میگیری یا میگی صبر کن غذامو بخورم بعد بیام چی کار میکنی؟ من از این جمله رو بگم تماشاچی ممکنه میگم دروغ ولی خدا شاهده به سرم اومده و شده و میکنم این خب من که میدونم آره بلند میشی غذاتو میذاری بلند میشی میری عکس میگیرم اینجا میخوای وایسی یا بریم اون بدتر من. میرم اون بدتر که اونم راحت باشه که عکسش قشنگتر باشه من در همش میبینی که مشتری یا تماشاچی عکس میندازه دستش میندازه بغلش ولی برعکس من دستم میندازم گردنش که بگه مونتاژ نیست از طلا در مورد اینکه چه خاصیتی با داشته باشه برخوردش با مردم چی باشه چه ویژگی داشته باشه بله اول اینکه بازیگر خوب ایشالا که همه خوبن همه بزرگن همه عزیزن برای من که من شاگرد همه اینام باید برخوردش با مردم خیلی خوب باشه دیگه با چه امیدی خودش این ور کرده اون ور کرده هم که خوشحال شد و کروات چه هم بالا پایین کرده یه مثلا کفشش یا بجا کرده خانم خود به آقا فقط یک کرامه که یه عکس با من بده باید بندازه بعضی پچه که بندازه میگه که آقای مثلا فلان کس اسمشو نمیبرم که میشه با من یه عکس بندازه نه آقا نه برو برو وقت ندار دست که اونجا وایساده میگه وقت ندارم وقت ندارم هیچ کاری هم ندارم هیچ کاری هم نداره داره بذار فوقش یه چایی میخوره میگه وقت ندارم نه این نیست عزیز من استاد من قربون تو برم بزرگا کوچیکا خانما آقایون این جوون یا اون خانم یا هر کسی با چه امیدی اومده سراغ شما شما سعی کنید یعنی البته خودتون رو ضایع میکنین
این همین کافیست که بره بگسته عکسشو تو تابلو ببینه، عکس شما رو یا عکس من، اگه برخوردم باش خوب باشه که خوب خوبه، اگه بد باشم که باره بابا با دیگر نیست بیمعرفت. آقای اکتاز این نباید باشه عدید من. بازیگرایی که تا حال طی این چند سال که بازی کردی باشون، کار کردی باشون، یا کارگردان یا بازیگر، با کدومش راحت بودی؟ کدومش برات خوب بوده؟ من با همهشون خوب کار کردم. با همهشون خوب کار بودم. کردی؟ یعنی از همهشون هم راضی بودی؟ بیشتر کدوم بازیگر رو دوست داشتی؟ مورد علاقت بوده؟ کارش خوب بوده؟ حالا کار فقط به بازی نمیشه گفت. کار میشه مثلا مردمی بودن، کار میشه با همون با مردم عکس انداختن، به مردم امضا دادن تو خیابون، خب اینا همه میشه یه نوع کار. خب خب میخوام اینم که کدوم باز با کدوم بازیگر شما راحت بودی؟ یعنی جلو دوربین چیه؟ نه جلو دوربین، پشت دوربین، اصلا کلا مثلا زنگ میزدی آقای فلان سلام حال شما چطوره؟ خوبه؟ با کی صحبت میکردی زیاد؟ کی بهت زیاد زنگ میزد حالت میپرسید؟ من با کارگردانه که زیاد کار کردم با صادق پور بود. بله. منوچهر صادق پور. منوچهر صادق پور. بله. با چی زیاد کار کردم؟ رضا صفایی رو گفتم دیگه. رضا صفایی رو نگفتی؟ با رضا صفایی. بله. با صادق پور، با رضا صفایی 5 تا 6 تا کار کردم. 5-6 تا کار کردم. آقای رضا صفایی یکی از کارگردانای خیلی خیلی پرکار دوره خودش بود. قبل انقلاب خیلی پرکار بودن. از اینجا ما تسلیت میگیم بهش که آخی. یک جوان ناکام، یک جوان دوست داشتنی رو کاملا. به تازگی از دست داد. خدا بیامرزه، روح شاد باشه. آقای رضا صفایی. بله. بله. آقای رضا صفایی ما از همینجا بهت میگیم دوستت داریم. خب. بله. کار زیاد به من دادی. بله. ببینید این قابل توجه کارگردانای ما. این قابل توجه کارگردانای ما که آقای یکتا همیشه گلگی میکنن که چرا به من کار نمیدن. اگه یادتون باشه 2 سال قبل وقتی مصاحبه کردیم من به کارگردانای عزیز گفتم اگر امکان داره، اگر راه داره، اگه میخواین فیلمتون خوب در میاد، اگه میخواین مردم فیلمتون رو دوست داشته باشه، از وجود آقای یکتا استفاده کنین، دعوتش کنین، نذارید تو خونه زیاد بشینه. البته آقای یکتا تو خونه نمیشینه، خیلی ماشاءالله فعال داره. آقای یکتا یه خاطراتی از صحنه فیلم، این البته به هنرمندای قبلی هم گفتم، میخواد تو کتاب چاپ بشه، میخواد اینم یه خاطره داری از فیلم ها به ما بگی پشت صحنه، یا همونجا اتفاق افتاده در این فیلم مرداری، حالا قورباغه رو انداختی اینجا یه اتفاقی افتاده، یا موش دستت بوده یه اتفاقی افتاده، داری خاطره به ما؟ اتفاقی که پیش نیومده، فقط اون فیلمی بود به نام عروس بیانکا، منچر بزرگ بود، خانم فروزان بود، یه صحنه بود که آقای کارگردان گفتش که اینو چیز کن، این موشو بگیر بنداز، یعنی اگه چی نشه حقوقتو مثلا نمیدم، بنداز تنه خانم فروزان. بله. خانم فروزان با ناراحتی نه آقای تو رو خود می خودی میگه نه ننداز، حقوقتو نداد من میدم، من یک حقوقت یعنی یک چی میدم، یک قسطت که بناس آقای کارگردان بده من میدم، تو ننداز تنه من، حالا با لرزه چین چیز رو میدم، نم حالا اون بگه از یه ترم باز کارگردان برگش که بنداز تنه چا، اگه نه کارتو قطع میکنم، بالاخره بگو نگو بالاخره یه مطمئن کدام، تو فقط در رو دست من در رو برو دیگه، تو در رو حالا در رو که کات خارج تشکر. چند سال کار میکنی شما؟ چه تو تئاتر، چه در سینما دارین زحمت میکشین، هنرنمایی میکنید. میخواستم ببینم آقای یکتا از بازیگری سهم خودشو گرفته؟ نه اونچنان نه نگرفتی. الان در حال حاضر یه جا کار میکنم. ما یه روزی یه چیزی مقدامی، اونم فقط رفت اومدم میشه، اونم چجوری واسه الان اونچنان حال نداره بخم رو راست. آقای یکتا من قبلا هم از شما سوال کرده بودم، این سوال تکراری نشه، می‌خواستم ببینم که آقای یکتا فعلا بیمه نیستن، از هیچ جا حقوق بگیر نیستن، فقط همین دوست عزیزمون که الان از اونور داره کمک می‌کنه و یه جایی هم که الان شما دارین کار می‌کنین و خدا رو 100,000 مرتبه شکر دیگه نمیان بگن آقای یکتا وایساده تو میدون هفته تیر داره سیگار فروشی می‌کنه. دوست عزیز من که از اونور آب تماس گرفتین، آقای یکتا دیگه توی میدون هفته تیر وای نمیسته سیگار فروشی کنه. ما بازم تشکر میکنیم از شما. خب از همکارای قدیمی کسی بهت سر میزنه؟ یه تماس تلفنی با هم دارین؟ نه تماسی دارم، نه حال میدن نه حال میگیرم، هیچ. ولی خب با این حال از اینجا
من به همه شون یکی یکی سلام عرض میکنم. ایشالله که همیشه شاد و پیروز باشید. اگه دلتون خواست یه حالی هم ولی آقای خسرو شکیبایی آقای خسرو شکیبایی قبل از فوتشون من باشون مصاحبه داشتم، خدا بیامرزه روحشون شاد باشه. برای خسرو شکیبایی آره باش کار کردم. بله یک مصاحبه من داشتم برای یکی از این مجله ها، گفتن که من یکتا رو خیلی دوست دارم، هر هفته میرم بهش سر میزنم، خیلی هم ممنون بودیم ازش که واقعا به شما سر راست بود درست بود میدمشون. آره میما سر میزنم. آره. خب خدا یه دفعه تو ماشین بود من صدا کرد استون خیلی راحت استون سلام نکردم دستشو برد ماچش کنم بودم نذاشت. بله بالاخره سمت افتادی داره دیگه. بله درسته من نظر کاری البته شما پیشکسوت تر است. خب با این حال منم وظیفه‌مه که یکی دو هفته یه همجه ساختمون روبرو خود من که اونجا مثلا داشتم اونشون کار میکرد یکی دو دفعه اونجا اومد سرزد. آره اومد سرزد. خب با این حال تشکر خدا رحمتش کنه روح شاد روح بله روح این عزیزمون هم شاد. بس نتیجه اینو گرفتیم همه رفتگان. آخرین بار که جلوی دوربین رفتی کی بود؟ آخرین کارم که رفتم جلو دوربین روبای دومدراز. روبای دوم پخش شده یا نه؟ هنو پخش نشده. از تلویزیون یا سینما؟ نه مال سینماییه، مال سینما. صبری آقای صبری برای سینما ساختن. بله هنوز نوبت به اکران داری. بله بله تو جشنواره امسال که فیلم بنا بوده باشه نمیدونم حالا باش. آقا یکتا یک حالا که اسم جشنواره اومد میخوام بدونم که این خانه سینما یا این هم این مسئولین سینما اصلا تو فکر شما هستن برات کارت جشنواره رو فرستادن یا نه؟ خدا شاهد من رفتم گفتن نداریم تموم شدش. عجب همین چند روز پیش یه هنرمند پیشکسوت، یه هنرمند سینما کاملا، یه هنرمندی که 60 سال برای این مردم بازی کرده خندونده الان بره خانه سینما یا حالا هر جا اعلام کنه که بلیت جشنواره رو میخوام بهش بگن نه. ولی آقازاده ها وقتی میرن اونجا با مهموناشون رو چشم جا دارین بفرمایید قرار بلیتم نمیخواد بفرمایید تو. خب اب نداره بماند بماند آقای یک ایهان بدم تشکر همه که ما رو رامدین گفیه. بله خب الان با این شرایطی که سینمای ما داره جوانان ما خیلی علاقه مندن به سینما، میخوام بیان سینما. ولی من از اینجا میگم نیاین بهتر خوب نیست. خب حالا شما ایشون بگه من تو دلم خودم بودم. خب چی کار کنن آقا یکتا؟ اگه مایم خرج کنیم این خواهی بده به من خود من. خب یه دست جوان ها میخوان بیان سینما کار کنن بیان یا نیان چی کار کنن؟ نیان علتشو میدونی چرا نه؟ علتشو بله یه کاری داشته باشن یه آبانیتی داشته باشن در کنار جنی جلو کارگردان یا تهیه کننده اینجوری وای نسته بله دلت خواست با ما کار بدی دلتو نخواد رفتتو این خیلی آوار جاهلی نه جاله بیتربیه نه جاله کشتیم با کروان کروشمگان داره نه نداره. خب از این کلا گفتید شما که تو فیلم هایی که کار میکردی قبلا از کت شلوار و کلا مخملی هم استفاده کردی؟ کلا مخملی کردم. کدوم فیلم یادته؟ سالار مردان. سالار مردان به سه دلها. بله بله قهوخونه قنبر. قهوخونه قنبر شرحت عزیز یه چند تا از فیلم هم بعد. جاهل بازی کردم. این کلا رو داری یا چیکار کردی؟ نه اون موقع دیگه نداری الان این کلا دوست داری داشته باشی؟ تو فیلم؟ نه کلا ندارم. اوکی ندارم. خب من یه دونه بهت میدم جونم ها؟ بالا که عشق داره آقا یکتا انشالله که صدها سال زنده باشی و سایت بالا سر ما. همچین زدم تو خوش چفتشون. آی خانم برگرد چه خبر؟ قایقو تخلیه کنم میخوام برم اون خانم نجات بشدم. اگر مرفوض میرفتی در کار نجات خریه از دخالت نکنی بگری. یلا 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 چه این آی را میخوام دخلی داستانه برای تون بگیم. قول بده بر من داستانگو شده اون خواهرش. خواهرم از تو دیدم خوارش میکنم بیدار تو در بیارد. شما ازدواج کردین، حاصل ازدواج شما چیه؟ رابطه سیاست؟ نه این سوال شخصیه. خانواده کار نداشت. هنرمندم که هیچ موقع قایم نه میترسی؟ نه نمیترسم. خب نوکرشم هستم اصلا میگم آقای رسولی، آقای پیشوایان، آقای هر با هر هنرمندی که ما گفتگو داشتیم خیلی راحت گفتن بله ما گرفتیم بچه‌مون اینه دختر پسر کجا زنده نوه‌مون فلان. شما چرا به خاطر اینکه سنت می‌خوای؟ نه من 63 سالمه. خب زنم دوست دارم، زنم منو دوست داره. چهار تا پسر گردن کلفت دارم، دو تا دختر
کار درست دارم، نوه دختری دارم، نوه پسری دارم، چاکر نوه هم هستم. گوگری گری بیا بقل بابا. خب دیگه تو خب راستی که میگن نوه میشه مغز بادوم خیلی دوست داشتنیه. خوبه خوبه، دوست داری نواتو؟ نوام دوست دارم. دوست داری فیلماتو میبینن؟ پسره خود یکی کچوله که حالا حالش نیست نمیدونم، ولی چرا اکس هم مینه خونه خودشون مثلا بگی بابا 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 یه مدرم فیلم هم هنوز به جایی نرسی که فیلم های شما بتونه استفاده کنه. چرا بزرگتر نبه پسریم چرا میفهمیم میگه بابا بل. فیلم بابا رو بگر ببینیم. بزرگ بشن واقعا افتخار میکنن به وجود شما که یه همچین پدر بزرگی رو داشتن. خب برخورد جانب. مردم با شما چطوره؟ برخورد مردم چی بگم؟ بله. چی بگم؟ خودم از دست این مردم خجالت میشم. زن فکرشو نمیگرد. خدا شاهد شب تاریکه. دلم میرم اون برای خیابون اپوجو اتلیتو مثلا بابا بابا اتلیتو سو ای من خدا کجا میگم من کجا دیدخه من که دلم میرم اون برای خیابون کلا سرمه یا مثلا از این شان مرا بسته که بودم که دیده همه چی اینجا آبتون من خودم ترجم کنم از کجا من شناخت. درست داده اصل و یکتا شما خیلی بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگوار هستید آقا یکتا. آیا سوالی مونده که ازتون نپرسیده باشیم؟ نمیدونم سوال کنم چاچر ملتم هست. یعنی تا فردا صبح بشینیم اینجا من سوال کنم شما جواب بدید؟ 100%. خب این آقای کارگردان وقتی این آقای رسولی که تشکر نکنیم ازش کار داریم. چرا به اونجا هم میرسیم. این آقای کارگردان برنامه آقای محمد صالحی هی داره اشاره میکنه که تایم برنامه‌تون داره تموم میشه، قیچی کن فلان اینا. به خاطر اینه دیگه باید بالاخره به یه جایی برسیم که خب در مقابل این دوربین این مردم عزیز، این کارگردان هایی که باهاشون کار کردی و میخوای کار کنی ایشالله همه هر پیامی، حرفی، صحبتی داری جلوی این دوربین بفرمید. این شما، این ملت دوست داشتنی ایران. از کارگردان عزیزم تشکر میکنم، از فیلم بردار عزیزم تشکر میکنم، از تماشاچه عزیز که هیچی، یعنی بی نهایته، از دوروری ها که میتونم به ما حال بدن بیشتر حال بدن. عیدی نداره، یعنی ایام عیده و بالاخره خدا داند دیگه. آقا یک تا عیدی میخواد. بله ما عیدی میخوام و یعنی وظیفه است که با ما حال بدی. ندیم من گله میکنم. آره. خب اگه اجازه بدید در پایان این برنامه ها خداحافظی نکنیم بریم یک فیلم از شما ببینیم، البته یه خیلی کوتاه یکی از برنامه‌هاتو ببینیم، برگردیم برای خداحافظی در خدمت شما هستیم. یعنی یه برنامه ببینیم؟ بله یه برنامه ببینیم. دوباره بیام سلام علیکم. خدا بله بله خیلی خوب، هر چی دوست دارید من نوکر شما. لذت بردیم از این فیلم. لذت واقعا بازم رفتن جلو دوربین. بله فیلمات خیلی قشنگه آقای یکتای عزیز. در پایان برنامه یکی از فیلم‌های خیلی قشنگیت هم دیدیم و برگشتیم، می‌خوام بدونم که میخواییم خداحافظی کنیم، اگه حرفی پیامی با کارگردان ها تهیه کننده ها با هر کی که دوست داری این خداحافظی ها که میگی من دلم میشکنه، دوست دارم یه عمر آره، جلو دوربین باشه. آره آره واقعا این خستگیم در میره که چجوری. بله واقعا یعنی من حس کردم که این کارو من کردم. ببینید. این کارم تموم شد. عاشق جلو دوربینم نوکر شما، یعنی با چی واسه چی زحمت میگه زحمت چینه وظیفه می واسه شما که یعنی بخندین حال بره، یعنی بغل دانه بچه بغل مثلا نوه ها برای پیر مردم. پیر مردم منو دوست دارن ها. بله بله میگه میشه همه شما رو دوست دارن. یا مثلا جوانی مثلا 30 سال 40 سال چه مثلا میگه که بابا شما رو خیلی دوست دارم. تو دل بابا تو من دوست داری خود دوست نداری و چرا؟ خب با این حال تشکر، خیلی ممنون. و در ضمن اگه دلتون خواست ایام عیده و با این حال اگه دلتون خواست یه حالی به هر کار خواستین یه زنگ به ایشون میزنین، ایشون به من میگه. شماره خواستین، شماره حسابی خواستین، هرچی خواستین به ایشون میگین، ایشون هم یه زنگ به من میزنه میگه برو با کیسه، برو با کیسه، یعنی بیه تو کیسه و دادن نشم اون وقت اینطوری. اینشالله که اینطور، نه خداحافظی میکنیم اینشالله که اینطور باشه. بله خب یه وای وای کن برای مردم، برای مردم. آره من اشکم میره داخل. نه دوست دارم با این ملت جب بزنم. با این حال تشکر، همیشه شاد و پیروز باشید. خدا نگه. خب بله عزیزان، بله به قول چی میگن دوستان عزیز، میگن به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و یه دو سه تا مطلب هست که من خدمت شما عرض کنم. یکی این که من ازتون خواهش میکنم اگر میخواین اسپانسر این برنامه بشید، اگر میخواین اسپانسر این برنامه بشید، اگر میخواین از هنرمندای پیشکسوت حمایت کنید، خواهش میکنم این شماره تلفنی که در صفحه تلویزیون میبینید، این
با این شبکه تماس بگیرید. اگه حرفی، پیامی، اگه کوتاهی کردیم، اگه از برنامه لذت نبردید که امیدوارم لذت برده باشید، انتقاد، پیشنهاد، این که شما خواستید پیشکسوت‌ها رو بیاریم جلوی دوربین، این که همه هنرمندا انشالله به نوبت کوچه خاطره ها خواهند آمد و سر میزنن، اگه گلگی دارید ازتون خواهش میکنم، بازم دارم میگم من به از هیچ جا تامین نمیشم، عاشق کارم هستم، خودم، آقای صالحی، آرش جان، همه اینا چون عاشق کارشونن این کارو دارن، من از شما خواهش میکنیم که زمین نخوریم، اسپانسر داشته باشیم، هم ما حمایت بشیم، هم این هنرمندا حمایت بشن. من دوست داشتم الان اینجا 20 تا سکه میدادم به آقای اسدالله یک تا، بازم کم بود، اگه سر تا پاشو طلا میگرفتم بازم کم بود، ولی داشته باشم که بتونم یه شاخ گل بدم دست یه هنرمندی که یک عمر برای شما زحمت کشیده. من ازتون بازم خواهش میکنم اگه خواستین اسپانسر این برنامه بشید، حتما با این شبکه، با این تلفن تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. یک. دوم، تشکر قدردانی کنم از آقای احمد رسولی که این وقت رو به ما دادن، این اجازه رو به ما دادن، تالارش رو در اختیار ما گذاشتن. من تشکر ویژه داشته باشم از پرسنل خوب تالار یاقوت که واقعا زحمت کشیدن، نهار خوب، پذیرایی عالی، واقعا زحمت کشیدن. تشکر و قدردانی بکنم از شما مردم خوب ایران، هر جای دنیا که هستین تشکر کنم که نشستین پای این برنامه با هنرمند مورد علاقه خودتون. تشکر ویژه داشته باشم از آقای صالحی عزیز، کارگردان این برنامه، کلیه اون برای بچه هایی که توی برنامه کوچه خاطره ها دارن زحمت میکشن، مثل میتی خسرو شیری، مثل آقای آرش عزیز، همه اینایی که زحمت میکشن، همه اینایی که تو پخش زحمت میکشن. فقط ما نیستیم که بیاین جلوی دوربین کاری رو انجام بدیم، نه، کسانی هم هستن، اتاق فرمان، پخش، مدیر شبکه، همه اون عزیزانی که تو شبکه دارن زحمت میکشن یه برنامه خیلی خوب رو سر سفره های شما بیارن، ما ازشون هست همینجا جلوی دوربین تشکر و قدردانی میکنیم. بازم میگیم ای ملت عزیز، ای هنرمندان عزیز، ای هنرمندانی که تازه اومدین سر کار، خاک سینما رو این پیشکسوت‌ها خوردن، بیایید قبل از این که به یاد هم نشینیم کنار هم نشینیم، بیاییم همدیگر رو دوست داشته باشیم، بیایید به آقای یکتاها سر بزنید. آقای سوپر استار، شما که میری قرارداد 120 میلیونی میبندی، 200 میلیونی میبندی، آقای یکتا با 50,000 تومن کار میکنه، با 100,000 تومن کار، چرا به این عزیز سر نمیزنید؟ خیلی از هنرمندای ما که الان خونه نشین شدن، در بستر بیماری هستن، مثل خانم مهری ودادیان، مثل آقای ورشوچی، مثل خیلی از هنرمندای ما الان مریضن تو خونه ها، آقای اکبر عبدی، خانم فریما فرجان، همینا مریضن تو خونه، یه سری با یه شاخ گل به اینا که نیاز مال ندارن، یک سری یک شاخ گل برین بیمارستان ها، برین خونه هاشون، برین از اینا عیادت کنید، ممنونتون میشیم، سر بزنید عزیزان. من بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم تا کوچه خاطرهات دیگه، کوچه خاطره دیگه، تا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم از این برنامه هم لذت برده باشید، یه موقع بدگویی‌های ما رو به خوبی خودتون ببخشید، یه خود تون صحبت کردم، بازم ازتون معذرت میخوام. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما باشه، ناگفته نماند. از سایت قدیمی ها آقای مشتبه نظری تشکر ویژه رو دارم که قدیمی ها رو داره حمایت میکنه، همین که اخبار میذاره، همین که عکساشون رو میذاره، همین که به یاد پیشکسوتان هست، تشکر و قدردانی میکنیم. اینجا درود و سلام و تشکر و خداحافظی از تالار یاقوت، از آقای احمد رسولی و پرسنل خیلی 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 خوب تالار یاقوت. خدا نگهدارتون، یا علی، شاد و پیروز باشید. مرسی، خدا نگهدار.